درود خدمت دوستان عزیز، سام سرابی هستم، فراروانشناس و محقق در علوم عرفانی و مدرس زبانهای باستانی، خصوصا زبان سانسکریت و تبتی که به بحث امروز ما هم مربوط میشه. متاسفانه این روزها در رسانه‌های زرد ما شاهد اطلاعات غلطی در باب مراقبه، مدیتیشن، بیداری کوندالینی و یوگا هستیم. و خب یه سیرک عجیب و غریبی تازگی راه افتاده و شاید بعضی از دوستان فکر میکنن که میتونن از بغل این سیرک یک پولی رو برای خودشون در بیارن. اما خاطرتون باشه اگر ما به مراقبه و مدیتیشن و یوگا بپردازیم و از طریق شیوه و راه غلط این کار رو انجام بدیم، حتما دچار آسیب‌های ذهنی و روانی جبران ناپذیری میشیم. برای همین من به شما پیشنهاد میکنم حتما با متخصصین و کسانی که این رشته رو میشناسن و در این رشته تحقیقات دارن و کارهای عملی کردن کار بکنید. دوستان عزیز، یادتون باشه که ما در زبان فارسی شاید برای مدیتیشن یک واژه مراقبه داشته باشیم، همچنین در زبان انگلیسی ما فقط یک مدیتیشن داریم، اما در زبان هندی و در زبان در واقع سانسکریت بهتره بگیم ما لغات بسیار زیادی داریم که هر کدوم از اونها بار مفهومی متفاوتی داره. شما میتونین یک جا بشینین، میتونین دارنا انجام بدید، میتونید دیانا انجام بدید، میتونید شونیا انجام بدید، سامادهی انجام بدید، میتونید موکشا انجام بدید و و انواع و اقسام ویپاسانا ها یا مراقبه های مختلف. اما ما متاسفانه در زبان انگلیسی فقط یک مدیتیشن داریم. هر کدوم از اینها تخصص خاص خودش رو داره و باید حتما به شما توسط یک معلمی که در مورد این قضیه اطلاعات داره آموزش داده بشه. وقتی ما در مورد دیانا صحبت میکنیم به عنوان مثال، نوعی از مراقبه یا حالا میتونیم کانتمپلیشن بهش بگیم، وقتی از دیانا صحبت میکنیم زمانی است که بین جسم ما و بین ذهن ما و بین من حقیقی ما فاصله میفته و ما میتونیم از جایگاه من حقیقی به ذهن و جسم خودمون نگاه کنیم. اما خیلی از این مدیتیشن هایی که در کانال‌های زرد به ما آموزش داده میشه هیچ کدوم از این فاصله ها رو بین این در واقع مقولات مختلفی که ما توی بدنمون داریم یا توی وجودمون داریم ایجاد نمیکنه. نه تنها این کار رو انجام نمیده، بلکه بیشتر قضیه رو پیچیده میکنه. به قول انگلیسی ها complicated میشه بیشتر. وقتی ما از دیانا صحبت میکنیم، اون جایی هستش که ما در جایگاه من حقیقی خودمون ایستادیم. حالا من حقیقی چیست؟ این نیازمند اینه که ما در موردش صحبت بکنیم سر کلاس. ذهن چیست؟ ذهن از چه طبقاتی تشکیل شده؟ فقط یک مایند یا یک ذهن درست نیست. در زبان سانسکریت ما چند نوع ذهن مختلف داریم. باید در مورد اینها دانشجو کاملا اطلاعات کسب کنه قبل از اینکه به مراقبه بشینه یا به دیانا بشینه. و در نهایت بدن، چگونه با بدن خودمون رفتار بکنیم در دورانی که داریم مدیتیشن میکنیم، چیکار بکنیم که با بدنی مناسبتر و با بدنی آماده تر وارد وادی دیانا و مراقبه در یوگا بشیم. وقتی که ما از بالا گاهی اوقات به ترافیک شهر نگاه میکنیم به نظرمون خیلی زیبا و قشنگ میاد. وقتی که از بیرون به کوهستان نگاه میکنیم، از دور به کوهستان نگاه میکنیم، این کوهستان به نظرمون خیلی قشنگ میاد و خیلی زیبا میاد و میتونیم خیلی جزئیات بیشتری رو توی اون ببینیم. اما موقعی که توی ترافیک هستیم یا موقعی که توی کوهستان داریم کوهنوردی میکنیم و از کوه بالا میریم، مشکلات اینقدر زیاد هستن که شاید ما اصلا وقت لذت بردن رو نداشته باشیم و خودمون رو توی فشاری حس بکنیم. در دیانا ما میتونیم فاصله بگیریم، میتونیم فاصله بگیریم از بدن خودمون، فاصله بگیریم از ذهن خودمون. مدیتیشن فقط این نیستش که ما چشمان خودمون رو ببندیم، ریلکس بشینیم، به مرحله آلفا برسیم، نفس عمیق بکشیم. نه نه نه، این نیست. قضیه خیلی عمیق‌تره و شما باید بدونید قبل از اینکه وارد این وادی بشید حتما باید در شاخه‌های مختلف یوگا اطلاعات خوبی رو کسب کنید. بدونید نیانا یوگا چیست، کریا یوگا چیست، کارما یوگا چیست، باکت یوگا چیست و بعد از اون نتیجه گیری کلی که ما از این انواع یوگا کردیم، حالا میپردازیم به تکنیک خاصی که داریم.
به عنوان مثال در کلاس های بیداری کندالینی که من دارم و به صورت آنلاین با بچه ها برگزار میشه، ما در مورد تمام این مبانی صحبت میکنیم و سعی میکنیم از اصل سوتراهای پاتانجالی و یا فلسفه سانکیای هند استفاده بکنیم، اون چیزی که سنت بوده و اون چیزی که درست بوده. گرچه ما از اطلاعات روز هم غافل نمیشیم و اگر اطلاعات خوبی هم باشه اونها هم در کلاس خودمون استفاده میکنیم، اما خاطرتون باشه کسی که به مراقبه مینشینه باید خیلی مراقب باشه که خدایی نکرده با مراقبه اشتباه دچار بیماری های ذهنی و روانی نشه. تکنیک بیداری کندالینی تکنیکی است که انرژی خفته کندالینی رو در بدن ما بیدار میکنه و چاکراهای ما رو پاکسازی میکنه، چاکراهای ما رو به گردش در میاره. چاکراها یا چرخ ها رو در زبان سانسکریت چاکرکا یعنی چرخ، چرخهای ما رو به حرکت در میاره، چاکراهای ما رو بیدار میکنه و این انرژی در واقع تمام این چاکراها رو طی میکنه و در نهایت به کالپانات، به سهاسرار چاکرا، به کالپانات میرسه و از اونجا هستش که ما میتونیم ارتباط خیلی عمیق‌تری رو با این شعور کیهانی برقرار بکنیم. اما خیلی از این مدیتیشن ها نه تنها ارتباط شما رو با شعور کیهانی قوی نمی کنه، بلکه شما رو میکوبه و کالپانات شما رو میبنده. با تمرکز کردن روی بعضی از چاکراها، با تمرکز کردن بی موقع و با پیشنهاد دادن تمرینات غلط، باعث ایجاد اختلال در چاکراها شما میشه. دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم اگر دوست دارید که یوگا رو به شیوه سنتی خودش و به شیوه درست یاد بگیرید، در کلاس های بیداری کندالینی من که به صورت آنلاین برگزار میشه شرکت بکنید و همچنین میتونید در کلاس زبان سانسکریت یا زبان تبتی اگر علاقه من هستین شرکت بکنید، که این دو زبان هم بسیار زیاد با متون یوگا و با متون سانکیا و متون مختلف آیین واجرایانا در ارتباط هستن و میتونن بسیار ما رو کمک بکنن. معمولا دوستانی که کلاس میان بیداری کندالینی رو میان، همزمان سانسکریت رو میان یا قبلش سانسکریت و تبتی رو میان و بعد از اون کندالینی رو میان تا خیلی عمیق‌تر و بهتر بتونن ماجرا رو درک بکنن. خیلی خوشحالم از این که تونستم با شما حرف بزنم و این ویدیو رو در اشتراک شما قرار بدم و امیدوار هستم که شما دوستان از این ویدیو بهره کافی رو برده باشید. منتظر شما هستم در کلاس‌های بیداری کندالینی. سام سروی در خدمت شماست.